امر به انفاق میکنه، ولی من طیبات ما کسبتو، یعنی مال حرام، مال دزدی، مال ناخالص انفاق نکنید. انفاق کنید از ما کسبت، طیبات ما کسبتو. لذا خدا ببخش ما رو. حالا دیگه روز آخر این بحث، خیلی ما دیگه از شما حساب نمیبریم، تا سال دیگه یادتون میره. مردم میگن بهترین نون نون آقای امام حسین و نون آقای امام زمانه. یه جا آش میدن، غذای امام حسین میدن، بخور اینها، یا سهم امام. من میگم بدترین نون این نون، اصلا از آدم اینا نذره تو گلوش، آلوده میشه. چرا؟ یه دیگ به اسم امام حسین زدن، 1000 تا پول توش ریختن. از اون آدم آلوده قمارباز نزول خور تا آدم کلاهبردار، همه یک کیلو ریختن توی گندترین غذای این سفره امام حسین. نه، امام حسین که روش میاد حلال میشه. آقا مال حرام امام حسین نمیتونه حل کنه. خود امام حسین نونو بکنه توفیق میفته. چون شما اومدی هر کی 100 تومن 1000 تومن پول گرفتی، این هر کدوم هم یه جور زندگی میکردن. انتقو من طیبات ما کسبتم، این دیگه طیبات ما کسبتم نیست. 4 تا آدم خوب پول دادن، 4 تا بی نماز دادن، عرض کنم 4 تا بی خمس دادن، 4 تا بی زکات دادن، 4 تا کلاهبردار دادن، 4 تا آدم زحمتکش هم دادن. اسم امام حسین، ولی مربوط این مال چه ننه مرده بدبختی است که مال امام حسین نیست. احسن. خب پس شما یه اسم امام حسین روش بذارید که این حلال نمیشه. انفقو من طیبات ما کسبتم، میگه انفاق هم میکنم کنم طیبات ما، اولا ما کسبتم، اونم طیبات ما کسبتم، یعنی خوبای ما کسبتم رو بدید. لذا ما عرض میکردیم که بله اسم امام حسین رو شب قربان آقای امام حسین برم، ولی این نون رو هر که بخوره منفجر میشه معنویاتش، چون معلوم این مال کیو داره میخوره. اسم امام حسین هیچ مشکلی اینجا حل نمیکنه. حروم رو نمیتونه امام حسین حلال کنه، خمسش باشه همینطور سرماماش بشه دو مال امام حسین باشه. ولی یک کارگری که رفته زحمت کشته، آجر انداخته بالا، 4 تومن پول در آورده، شما اون تای سفرش، سوخته های نونش رو و مانده های تای استکانش رو که بخوری، اون میشه تازه ما کسبتون، طیبات نمیشه. حالا اگر این کارگر این چنینی شما رو دعوت کرد و گل این 5000 تومنی که آجر انداخته جلوی شما گذاشت، این غذا کیمیاست. یک چنین نانی اگر از یک فقیر خوردی، باید 1,000,000 بهش بدی، بازم کلا سرش گذاشت. من طیبات ما کسبتم. وی ما یه اسم امام حسین روش میذاریم که رو کنیم که میخوره تا بلغت الحلقوم، بعد قابل من میکنیم میبریم یه شفاس ببریم برای بچه ها. کجا شفاس؟ یه آلوده میکنه. چرا؟ این حیوانیتش ناقص دیگه، این نطق پیدا نمیکنه. این طبیعتش ناقص دیگه، وزان حقیقت پیدا نمیکنه. انفقو من طیبات ما کسبتم، انفاق میکنه، این انفاق کن. ولی ما این دیگامون خیلی هاش از باب خجالته، بعضی هاش زوریه، بعضی هاش ریاییه، بعضی هاش بگی آقا این حرفا رو نزن، اگر دیگه دم دستگاه عاشورا به هم میخوره، به هم بخوره، کاری نمیکنه که به هم نخوره، یه هوجنجال سوز عاشورا رو شنبهش هم تموم میشیم. ما باید کارمون رو درست بکنیم. این کار 1000 سال دیگه هم که عاشورا باشه همینه، عاشورا میاد، عاشورا میره، هیچ مشکلی رو برای ما حل نمیکنه جز سر صدا. ولی اگه ما اومدیم گفتیم آقا آقای امام حسین به جای خود همه این کارا رو بکنیم، ولی مردم هر کی میخواد کمک کنه از اون پولای حلال خمس داده زحمت کشیده بده، راضی نیستیم. اگر کسی پول آلوده بده گناه داره، جایز نیست، ندید، حرامه. یخش میگیره به زور میگیرش، تو بده هر چیزی میخواد باشه باشه، کمک کن. ما باید بگیم مردم خودتون اگه نون حرام میخورید
به ما ربطی نداره، ولی اگه خواستید با آقای امام حسین کمک کنید بهترین پولتون رو، بهترین نونتون. ولی ما وقتی میخوایم همیاری هم بکنیم، میبینید چادر که میزنیم، میگیم هر آشغالی داریم یه لباس کنه هارم بیارید میخوایم، تاید نیمه کارم بیارید میگیریم، میگی یه مؤخر اسکندر غنیمته، اونم میخواد بزنه جیبه خلق خدا رو، اونم میخواد جیبه اینو بزنه. فکری حرفا نید تیبات نیبات. اینا ما کسبتومش خرابه، ما به جایی نمیرسیم. ما بعد اول ما کسبتومش رو درست کنیم، بعدا حب و رضا و سخط و غضب و لعن و وقت اونجایش که اگر مؤمن لعن کسی بکند عرش خدا به حرکت برمیاد که من آزانی فقط آزالله، اون موقع است که من آزانی فقط آزالله و الا اینطوری نیست. هیچی، باید مربی داشته باشه، باید تربیت داشته باشه، باید اصلاح بشه، باید تعطیل بشه. به جای 50 تا دیگ یه دیگه حلال بزنن، یکی یه دونه شو بخورن. اونجا که استبل نیست که بیان پر کنن، فرقی نمی کنه، اونش هم همینطوره. باید همش ما باید اول حساب کنیم که شکم رو که نمیخوایم پر، میخوایم نون حلال بکنه رو حلال راشینه. و ببینید انفقو یا ایها الذین آمنو، ببینید نه سبقه خاصه، انفقو من طیبات